این دوم سوم این که اصلش برای من سکونت در کشور دیگه از امکان ندار، برای که من به عنوان هجرت اینجا آمدم و من هیچ حاضر نیستم که پناهندگی اسلام، فقط به خدا پناهنده میشم، امکان نداره. اولا کشورهای غربی که من اصلش نمیتونم زندگی کنم در اونجا، من طبعم جوریست که من روحانی هستم و خب احتیاطکار هستم و اصلا نمیتونم با اون محیط، از محیط ها نمیتونم زندگی کنم، محیط های غربی. و کشورهای دیگه هم بلا شک پناهندگی میخوان، من هیچ حاضر نیستم از هیچ کشوری، از هیچ فردی جد خدا پناهندگی بگیرم. من تنها پناهنده به خدا هستم و اینجا من به عنوان الانم من هیچ مدرکی چیزی برای موندن اینجا ندارم، هیچی نیستم، همینجور اومده همینجورم هستم. اینا هم میدونستم که به خاطر همین جهت اینکه من آشکار میکنم فسادهای این آرا، اینا به عنوان مهاجرت من قبول میکنن، به عنوان مهاجرت میذارن من ساکن باشم در نجف. و اصلش به برای من پیش خودم، بله من میشد پناهنده به سازمان نمیدونم ملل و این چیزا پناهنده بشم و منو به کشور غربی ببرم، ولی با این سبکی که من هستم، با این وضعی که من میتونم زندگی کنم، امکان نداشت که کشور دیگه به این سبک من قبول کنه، به همین سبکی که بدون اینکه پناهنده باشم، بدون اینکه مدرکی داشته باشم، اینجا من زندگی کنم و اونم در یه حوزه علمیه. و مهم میشه همون دچه تا اوله یکیش این بود که عراق من زندگی کردم و ائمه ما در عراق مدفونن و حوزه علمیه نجف در عراق. یه جهت دیگه شما اصال هدف من این بود، اصلا من میخواستم بیام تو حرفام ملت ایران برسونم، حال کجا میرفتم که حرفام ملت ایران برسونم؟ جز عراق برام، حتی سعودی هم برفت من قبول میکرد همین جوری، و اونجا هم مدینه مشرفه بود، خیلی انسان دلش میخواد اونجا زندگی کنه، اما دیگه او حاضر نبود رادیوش تحت اختیار من بذاره و من بتونه من وظیفه خودم عمل کنم. به اون برای اون هدفی که من از ایران خارج شدم راهی نبود الا کشور عراق. و اما راجع به جنگ که کشور عراق با ایران جنگ کرده، من در سلسله صحبت هام در اون، چون حالا در فصل سوم نه ماه که من صحبت نم، در فصل سوم صحبت هام هستم، در اون فصل اول صحبت هام من بیان کردم هیچ کسی خیال نمی کم کسی نمیگم هیچ کسی مگه خود این طاغوتا، مگه همین خود این ملعون هایی که الان حکومت میکنن به اینا، خود اینا خوب میدونن، اما از کسانی که در خارج کشورن یا از کسانی که خارج گودن یا با اینها نیست نبودن و نیستن، از همه اینا من بهتر اینو میدونم که جنگ کی برافروخ. اول جنگ را من بیان کردم، در جلسات متعدد بیان کردم که همون خمینی و منم نصیحتشون هم کردم گوش نکردن، از همون ماه سوم چهارم پنجم دیگه هفتم و هشتم یعنی بعد اون مجلس خبرگان اول اینا دیگه توندم، حتی در مجلس خبرگان ما نزاهای راجع به روابط بین المللی که جوری اینا میخواستن تنظیم بکنن که سلطه‌گری نسبت به کشورهای دیگه باشه، ما مخالفت کردیم و از قانون اساسی هم بازم اونجوری که روابط بین المللی ایش اونجوری که نه سلطه باشه نه سلطه‌گر باشه و نه سلطه پذیر باشه و اون صراحت نیست هنوز در قانون اساسیتون. این مقدار هم که میبینید سبک شده، ما فعالیت کردیم و سبک شده، و الا اینا میگفتن ما باید انقلابمون صادر بکنیم، اگه انقلابمون در داخل کشور بمونه مثل آبی که توت میمونه میگنده، انقلابمون میگنده، از قانون اساسی باید جوری کنیم که انقلابمون صادر بشه، از فعالیت داشته باشیم. که من و بعضی دیگه خیلی اینجا گفتیم نه شما میخواید کشور را از بین ببرید، این زمان پاشا بز بزک نیست که کشور گشایی باشه، خود کشورتون هم ملتتون هم نابود میکنید از بین میبرید و رابع طبیعتون از بین میبرید، امران آبادیتون از بین میبرید و ما خیلی نصیحتتون کردیم، ولی بعد وعید خبرگان
یادشون ملت ملت ایران میدیدن دیگه، این از سازمان های آزادی بس دوتن که از حزب الدعوه رو بسته آمده بود و سعودی و عنوان سعودی رو گفتن از کشور سعودی نباد اسمش باشه و اسمش جزیره العرب بود و اون رو بسته ها از اونجا نماینده آمده بودن و خطای مفصل من در رادیو عراق مفصل بگیرید اون فصل اول گفتارم در این موضوع مفصل نوشتم، اختلافاتی که بین همین کسانی که مال بواسطه به اینا هستن در اون مجلس بودن با ابو جهاد که نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین بود، اختلافاتشون نزاعاتشون که اینا میخواستن اون روبستای سعودی رو بردارن چیزشون دبیر کنن در هیئت رئیسه و مفصل صحبتهایی که من کردم و اینا رو من مفصل در اون فصل اول گفتارم که در عراق در رادیو عراق منتشر شد بیان کردم. از همون اول اینا شروع کردن اشتلم کردن، شروع کردن تاختن به همه کشورها، نه تنها به کشور عراق و حتی قبل از اینکه عراق حمله بکنه به ایران اونها محققا علاوه بر اون انفجارات که در بغداد را انداختن علاوه بر اون خودشون می نوشتن که می بستن پاسگاه های عراقی رو می بستن به توپ بستن، با تیاره هاشون با هلیکوپتر هاشون تجاوز به خاک عراق کردن. البته اگر عراق همون جواب می ستاد و او هم جواب مرزی می داد و جلو نمی اومد که خیلی بهتر بود، ولی به این توهم که چون حالا ارتش ایران به هم خورده است، به این توهم که به نظر من این مقدار، یعنی من مدرک دارم نه اینکه همینجوری بگم، با مدرک من این حرف می زنم که نظرش این بود که این مقداری بیاد جلو، ظاهرا این مقدار دلش میخواست بیاد که دست اینا نفقه بشه تا مجبور بشن اینها که دست از این جنگ سردشون و دست جنگ مرزیشون و اینها بکشن، چون چند بارم از اینجا خود اون خمینی میدونه، خود اون پلید میدونه که چند بارم از اینجا فرستاد، همین دولت اینجا فرستاد به پیش خمینی که بابا ما یک کشور انقلابی هستیم، شما کشور انقلابی هستید، ما اول شما رو به رسمیت شناختیم، بیا با هم متحد بشیم مقابل امپریالیسم. او پاشه یک کفش کرد که نه، باید دولت عراق سرنگون، انقلاب ما باید اول به عراق صادر بشه و خدا رحمت کنه و مرحوم شهید سید محمد باقر صدر که یکی از نوابق آیت اللهی فوق آیت الله بود، به نظر من یکی از نوابق بود که من همیشه افسوس میخورم چرا نموند و چرا مجتمعتونایی که وعده داده بود موفق نشد بنویسه و خزینه ای بود از برای علوم اسلامی اگه این کارو میکرد و جزو نوابق بود. او از سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. هم میهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. آدرس جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.